تور تابستانی گروه جیپسی کینگز از امریکا شروع شد و بالاخره در 8 ژوئیه به لندن رسید. از اولین لحظه دیدار معلوم بود که این گروه معروف بین‌المللی آدم‌های بسیار خاکی هستند و خلق و خوی کلی خودشون رو حفظ کردند. انسان‌های کم حرف و اهل موسیقی. این شانس بزرگی بود که تونستیم زمانی هرچند کوتاه با این گروه مشهور گفتگو کنیم. کنسرت جیپسی کینگز در باغ‌های کیو لندن اجرا شد. Pienso que un sueño parecido no volverá más. ¡Oye! Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y del provincio del viento rápido me llevo. Y me hizo volar en el cielo infinito. در دهه 80 میلادی موسیقی گروه جیپسی کینگز در گوشه و کنار دنیا شنیده میشد، از آمریکا تا اسپانیا و از ژاپن تا ایران. جیپسی کینگز از دو گروه برادر تشکیل شده، برادران ریس و برادران بالیاردوس که پسر عمه و پسر دایی هستند. رئیس ها و بالیاردوس ها همه در جنوب فرانسه متولد شدن. اونها از کولیایی هستند که خانواده هاشون در زمان جنگ داخلی اسپانیا از اونجا فرار کرده بودن. مثل بسیاری از کولی ها، موسیقی از ابتدا بخش مهمی از زندگی اعضای جیپسی کینگز بود. اونها برای پول در آوردن یا در مزارع باید کار میکردن و یا در خیابونها اجرا میکردن. برادران ریس در دهه 70 میلادی با پدرشون که نوازنده فلامنکوی اصیل و معروفی بود، گروهی به اسم لوس ریس یا پادشاهان را تشکیل دادن. بعد از مرگ پدرشون، برادران بالیاردوس با اونها هم گروه شدن. اونها در شهرهای مختلف جنوب فرانسه در عروسی‌ها و کافه‌ها اجرا می‌کردن و یک روز بخت در خونه اونها را زد.
یک سرمایه گذار آمریکایی که شیفته موسیقیشون شد روی اونها سرمایه گذاری کرد و از همونجا مسیر زندگیشون تغییر کرد. جیپسی کینگز موسیقی فلامنکو را با چاشنی ریتم رامبا و پاپ غربی مخلوط کردند و حاصلش سبکی به اسم فلامنکو رامبا ژیتانو. موسیقی گروه جیپسی کینگز موسیقی ورای تکنیک. ساز و آواز جزوی از وجود تک تک اعضای این گروهه و موسیقی بکری که از درونشون میجوشه شنونده را از هر فرهنگ و جغرافیایی که باشه به خودش جذب میکنه. جیپسی کینگز هیچ وقت موسیقی را به صورت آکادمیک یاد نگرفتن و موسیقیشون واقعا از ته دل میاد. در سال 1988 جیپسی کینگز آلبومی به همین نام منتشر کردن که در آمریکا به مدت 40 هفته در جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌ها قرار داشت. دستاوردی استثنایی برای آلبومی که به زبان انگلیسی نبود. جیپسی کینگز از آن زمان تا امروز بیش از 15 آلبوم منتشر کردند و با هنرمندان مختلفی از کشورهای متفاوت همکاری کردند. شهرت و ثروت در روش زندگی اونها تغییر چندانی نداده. اونها هنوز هم کولی هستند و موسیقیشون براشون راهی برای امرار معاشه. با این تفاوت که این روزها اونها به جای خیابونها در بعضی از بزرگترین و مهمترین صحنه ها و سالن ها کنسرت اجرا میکنن. خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنن شما اسپانیایی هستین. میشه خودتون کمی از پیشینه خانوادگیتون و اینکه اهل کجایین برامون بگین؟ اصل ما کولی و تو گروه همه با هم فامیلی. خانواده ریس و خانواده بایاردو. ما در جنوب فرانسه به دنیا آمدیم. ما پسر عمه و پسر دایی هستیم. پدر و مادرمون در اصل اهل کاتالان اسپانیان. چی شد که اسم جیپسی کینگز رو برای خودتون انتخاب کردین؟ ما فامیلیمون ریسه. ریس هم یعنی شاه و به انگلیسی کینگ. برای همین تصمیم گرفتیم اسمش رو بذاریم جیپسی کینگز. آدم های زیادی موسیقی شما رو به عنوان موسیقی فلامینکو میشناسن. فکر میکنین این درسته؟ موسیقی ما فلامینکوست اما بیشتر رومبا. رومبایی که در بارسلون کاتالان ها میزنن. ما ریتمای زیادی داریم، ریتمایی که به رومبا نزدیک هستن. گاهی کمی رومباست، گاهی سامبا. ما خیلی ریتم رومبا رو دوست داریم چون با خیلی ریتمای دیگه تلفیق میشه، خوب جور میشن. ریتم رومبا با موسیقی کوبا و برزیل هم خیلی خوب ترکیب میشه. ما هم از این ترکیب موسیقی خودمون رو میسازیم. ترانه هاتون رو خودتون مینویسین؟ آیا اول ترانه رو مینویسین بعد موسیقی رو روش میذارین و یا برعکس؟ بله، شعرها رو خودمون می نویسیم. اول با هم شروع می کنیم به ساز زدن، بعد به استودیو می ریم تا حال و هوای آهنگ در بیاد. بعدش من براش ترانه می نویسم. متن ترانه هاتون درباره چیه؟ ترانه های ما اکثرا درباره عشق، زندگی، جشن و پایکوبی و خیلی هم درباره خانواده، درباره بچه ها. No.
میشه درباره پدرتون جوس رئیس کمی برامون بگین؟ مون پاپا اوی به مون پاپا سته کلکن که شانته توری جو. پدر من همیشه در حال آواز خوندن بود، وقتی که توی ماشین بود، وقتی که ریشش رو میزد یا وقتی که قدم میزد، و من از همون بچگی به آواز پدرم گوش میدادم، آوازی که در خاطرم موند و بخشی از من شد. این باور وجود داره که شما موسیقی فلامینکو رو به دنیا شناسوندین، خودتون چی فکر میکنی؟ رومبا بخشی از موسیقی فلامینکوست که از اسپانیا میاد، ولی ما بیشتر رومبا تو موسیقیمون هست و اینو با یه شوقی انجام میدیم، چون این ریتم رو از بچگی دوست داشتیم و الان تخصص ماست، رومبای جیپسی کینگز. جدیدا شما با گوران برگوویچ دو قطعه ساختین، میشه راجع بهش کمی توضیح بدین؟ دو ترانه با برگوویچ کار کردیم. من خیلی دوستشون داشتم. موزیک ما و گوران به راحتی با هم هماهنگ شدن و حاصلش زیبا بود. گوران یک استاده، آدم خیلی جدیه. اون رهبر خوبیه. اون همیشه میخواد که کار خیلی خیلی خوب باشه. Presidente Allo. C'est ça. Baila niña, baila tu cintura, mueve ta tu cuerpo, baila con sabrosura. La gente está tomando, te saca la locura. Bailando con soltura
پرزیدنت. Did you know that you have lots of Iranian fans؟ میدونستین شما بین ایرانی‌ها خیلی محبوب هستین و اونا موسیقی شما رو دوست دارن. تا به حال با هیچ ایرانی تو کنسرتاتون برخورد داشتین؟ ما با طرفدارای ایرانی زیاد برخورد داشتیم. اونها موزیک ما رو دوست دارن و زیاد به کنسرت های ما میان. ما خیلی دوست داریم به ایران بریم و اونجا برنامه اجرا کنیم. البته اگه امکانش وجود داشته باشه. شما با موزیسین های زیادی کار کردین. آیا تا به حال فکر کردین با موزیسین های ایرانی هم یک کاری رو بسازین؟ البته چرا که نه. این دوتا موسیقی میتونن با هم ارتباط برقرار کنن. Era posible no te encuentro de verdad.
disappear.